شورای امنیت روز پنجشنبه به اتفاق آرا آنتونیو گوترش را به عنوان نامزد پیشنهادی برای تصدی دبیر کلی سازمان ملل متحد برگزید. آقای گوترش پس از رأی شورای امنیت نخستین سخنرانیش را به 4 زبان انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی و پرتغالی ایراد کرد. و گفت برای بیان احساس هم 2 کلمه کافی است: تواضع و تشکر. آقای گوترش افزود که جهان با مشکلات بیشماری دست و پنجه نرم می‌کند و سازمان ملل چالش‌های زیادی پیش رو دارد. و گفت که شورای امنیت با سرعت و اجماع وی را برگزیده و ابراز امیدواری کرد که این موضوع نمادی باشد از وفاق و همبستگی شورای امنیت برای مقابله با چالش‌های عصر حاضر. آقای گوترش وعده داد که تمام تلاش خود را برای کمک به مردم آسیب پذیر، قربانیان جنگ، تروریست و بی‌عدالتی به کار ببندد. آقای گوترش سیاستمدار سوسیالیست هوادار نهادهای اروپایی به شمار می‌رود. وی نخست وزیر پیشین پرتغال و کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان بود و روابط دوستانه‌ای با بانکیمون دبیر کل فعلی سازمان ملل دارد. بانکیمون با استقبال از انتخاب وی آقای گوترش را بهترین گزینه برای جانشینیش خواند و گفت ما در دوران طولانی و ممتاز خدمت او به عنوان کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با هم کار کردیم. او شفقت عمیق خود را نسبت به میلیون‌ها نفری که ناگزیر به ترک خانه‌هایشان شدند نشان داد. قرار است هفته آینده مجمع عمومی سازمان ملل متحد دبیر کلی آقای گوترش را به رأی بگذارد. اگرچه عمدتاً این رأی گیری جنبه نمایشی دارد. به این ترتیب به احتمال قریب به یقین آقای گوترش نهمین دبیر کل سازمان ملل متحد خواهد بود. Thank you.